ما امروز در یک زمان و شرایطی قرار داریم که مردم فقط دنبال به دست آوردن پولند کسی تفکیک نمیکنه که از رای حلال باشه یا از رای حرام میگه فقط پول باشه و خیلی از ماها متاسفانه امروز به حرام انقدر آغشته شدیم که دیگه هیچ توجهی برای این موضوع نداریم که هستند برای ما بگه مهم نیست که بگه حلال باشه یا حرام پول باشه فقط اگر واقعا کسی میخواهد که نجات پیدا بکند به محمد برسان خیش را که دین همه اوست اگر به او رسیدی تمام بولهبیست برادران و خواهران عزیزم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات امیدوارم خوب و صحت من باشی آیا می دانید راه نجات در سه چیز است شما وقتی قرآن بخوانید حدیث رسول صلی الله علیه و سلم را بخوانید تأکید بر این شده است که اگر می نجات پیدا بکنید از همه مشکلات و از همه عذاب ها راه نجات در سه چیز است اولش حلال خوردن است رزق روزی پاکیزه کنید همان طوری که الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی در قرآن به ما دستور میدهد کلو من طیبات ما رزقناکم از او چیزهای پاکیزی که خداوند برای شما من حیث رزق روزی قرار داده از اونها استفاده کنید یا در جای دیگر میفرماید حلالا طیبا هم حلال باشه و هم بهداشتی یا تمیز و پاکیزه باشه متاسفانه یکی از مواردی که امروز کم اهمیت شده به مد نظر بسیاری ها نیست بحث قضیه حلال و حرام است ما امروز در یک زمان و شرایط قرار داریم که مردم فقط دنبال به دست آوردن پولند کسی تفکیک نمی کنه که از رای حلال باشه یا از رای حرام میگه فقط پول باشد در حالی که یکی از جمله بزرگترین و جایب مسئولیتی مسئولیت یک انسان مسلمان این است که باید رزق و روزی حلال استفاده کند اجازه ندارد مسلمان به حرام دست بزند الا مگر در حالت استرار که او را قرآن مشخص کرده که حالت استرار کدام حالت است فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لی اسمی یعنی کسی که در حالت مخمسه قرار میگیره و الا در غیر آن برای انسان مسلمان این وظیفه است باید کار بکند زحمت بکشد تلاش بکند تا از رزق حلال خداوند استفاده بکند با آن قدر که حلال وجود داره هیچ نیازی برای حرام نیست اگر انسان واقعا توجه داشته باشه رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماین جسمی که اگر برای حرام تغذیت بشه جزای و جز آتش دیگه چیزی نیست حرام چیست سود رشوت ریوا، غصب احتکار اختلاس مال مردم رو به زور گرفتن سرقت حق یتیم و فقیر خوردن ای حرام است نادرست است برای انسان بسن. و الله در نص سری قرآن دستور داده ولا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل مالایتان به باطل نخورید پس یکی از راه های نجات از عذاب الهی حلال خوردن است مواظب خوردنتان باشید یک صحابه نزد رسول الله صلی الله علیه و میگه رسول الله برای من یک راهی نشان بده که من مستجیب الدعوه بشم یعنی دعایم 100 درصد قبول بشه پیامبر صلی الله علیه وسلم برش میگه که طعام کن یعنی حلال بخور از حرام دوری کن و خیلی از ماها متاسفانه امروز به حرام قدر آغشته شدیم که دیگه هیچ توجهی برای این موضوع نداریم که اصلا برای ما بگه مهم نیست که بگه حلال باشه یا حرام پول باشه فقط این یک راهی نجات دومش ادای فرایز هست نماز فرض، روزی فرض، زکات فرض، حج فرض، ادای فرایز اگر بندی مؤمن در ادای فرایز کوتاهی نکند درست و منظم آنچه که برش فرض شده است و درست انجام بدهد مطمئن باشید نجات پیدا میکنه ما در حدیثی داریم که یک شخص عربی نزد رسول صلی الله علیه وسلم میاد برای پیامبر میگه که برای من نماز فرض تعلیم نماز را تعلیم بدی پیامبر برش کل فرائز را میگه بعد میگه که یا رسول الله آیا غیر از این دیگم هست میگه اگر بخوانی نوافل هست اما فرض حکم خداوند همیست به طور مثال نماز صبح دو رکعت فرض نماز ظهر چهار رکعت فرض نماز عصر چهار رکعت فرض نماز شام سه فرض نماز خفتن چهار رکعت فرض برش میگه کل فرائض برش میگه میگه یا رسول الله دیگه هم هست میگه اگر بخوای نوافل هست اما فرض همین است و از روزه برش روزه روز رمضان رو میگه در سال یک ما روزه فرض است از زکات برش میگه مثلا 2.5 فیصد به مقدار زکات فرض است حج برش میگه که به اصطلاح در طول عمر انسان یک مرتبه بالایش حج فرض است و بعد آدم استاد میشه میگه یا رسول الله ما در اینا هیچ چیزی نه کم میکنم نه اضاف میکنم آیا وارد بهشت میشم یا خیر پیامبر صلی الله علیه و میگه بله حتی ما در روایت دیگری داریم که وقتی آدم میخواه بره پیامبر میگه کسی میخواه اهل بهشت رو ببینه با این نگاه بکن در ادای فرایز کوتاهی نکنید درست است اگر گاه وقتی انسان در غفلت میمانه یا به در خواب میمانه یا در یک حالتی ضرورتی در یک سفری طرف و طرف از پیش انسان کوتاهی صورت میگیره کوشش کنید که جبرانش کنید در اول مرحله خود در هیچ عنوان کوتاهی صورت نگیره باید تا جایی که امکان داره اگر قدرت تهجد نداره قدرت نوافل خواندن دیگه نداره حداقل فرض درست و منظم بخوان ولو که اگر سر کارم است هر جایی که هستی در هر شرایطی که قرار داری کوشش کن نماز فرضت بخوان کوتاه نید ادای فرایز زکات فرضت درست ادا بکن روزه فرضیت درست منظم بگیری اگر دیگه روزه نفل گرفته نمیتوانی حج فرضه که به بالایت فرض شده رو ادا بکنی یک مرتبه در طول حیات انسان ببینید ایبادات چقدر به ترتیب است نماز فرض در یک شوان روز پنج وقت است پنج مرحله روزه فرض در سال یک مرتبه فرض است زکات در طول سال یک مرتبه وقتش می و حج در طول عمر انسان یک مرتبه است بالای و هم نظر به حسب توان استطاعت انسان است ولی الله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا پس تو من راه نجات ادای فرائض است اگر در شرق دنیا غرب دنیا در هر جایی که هستی در نماز فرض کوتاهی نکن برادر بخوهر عزیزم این فرض وسیله نجاتت میشه ما در روایت دیگری داریم که روز قیامت نخستین عملی که محاسبه میشه نماز انسان است اگر این نماز درست باشه یعنی فرازی درست و منظم باشه بقیه اعمالت بر همین قیاس میشه یعنی ابتدا فرایض مورد محاسبه قرار میگیره و اقتدا به نبی صلی الله علیه و سلم یا پیروی از راه و روش رسول صلی الله علیه و سلم هست اگر واقعا کسی میخواهد که نجات پیدا بکند به محمد برسان خیش را که دین همه اوست اگر به او نرسیدی تمام بوله هبیست تلاش بکنید کاری که انجام میدهید اعمالی که انجام میدهید طبق راه و روش رسول صلی الله علیه وسلم باشه اگر ازدواج میکنیم کوشش کنیم ببینیم که پیامبر چگونه دخترانش به ازدواج داده خودش چطور ازدواج کرده اگر تجارت میکنیم اگر سیاست میکنیم اگر در جامعه در بین مردم صلح و میکنیم یعنی هر عملی که انجام می اگر نماز می روزه می گیریم حج میریم ببینیم راه و روش پیامبر چی گونه بوده صلی الله علیه و پیامبر در حدیث میگه مثل من نماز بخوانید و در قضیه حج میگه از من یاد بگیرید مناسک حج یعنی تعلیم داده همه موارد یعنی هر عملی که اگر موافق با راه و روش رسول صلی الله علیه و باشه قبول میشه اگر نباشه پذیرفته نمیشه به همه ما باید تلاش بکنیم تا نجات پیدا بکنی پس راه نجات در سه چیز است یک حلال خوردن دو ادای فرایز و سه پیروی از راه و روش رسول صلی الله علیه وسلم و, و اقتدا به پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه وسلم موفق و باشین السلام علیکم و رحمت الله